بانو کووا جان سلام و درود. مرچی ما پدا گپ پتران برنامه چه آریان تی وی شما خدمت هستیم. مرچی این برنامه ما موضوع اشنه که لزوم حمایت اعتراضات زایدان بررسی کنیم و اشنه که پرچی های اعتراضات هم مرکزی شهران دوکا این چه حمایت نبگوند. واجه محمد کت خدایی و رحیم بندوی مرچی که برنامه ما مهمانند. واجه کت خدایی ما گون شما شروع کنه، شما در رابطه با یه مسئله و اشنه که حمایت کمرنگ چه زایدان اعتراضات هم گشتر توضیح بده. سلام و درود. البته یه مسئله چه همه روز اول مشخص است که با توجه به تظاهراتانی که زاهدان شکل گرفته است و تعداد جمعیت بسیار بالای 100,000 نفری مردم تظاهراتش که و یه دیگه جهان مناطق مروندیست که تظاهراتانی که معمولا بیگن تعداد معمولا خیلی کمه، یعنی که یک جا متمرکز نه هم تو یا اینکه محل محور تظاهرات در منطقه های محله های کوچیک تظاهرات ها شروع کرد. ضرورت حمایت سخت مهمه که بقیه مناطق مرکز ایران مردم زیاد حمایت بکنند، ولی با توجه به بابتی که شرایطی که معمولا بلوچستان هسته و شرایطی که داخل مرکز ایران هسته یه شیعه مقدار مشکل کنتن که با شکلی که ما بلوچه انتظار هستن آه حمایتانی که چه مرکز ایران یا چه گجران آه منطقه ببین آه حمایت ما را برسند و شین یه مقدار مشکله. دلایل مختلف ایدان هسته، یکیش این که آه رهبرانی که معمولا مرکز ایران بودن همیشه به دنبال اصلاحات بودن و این اصلاحات در واقع باعث بوده که مردم سرگردان ببین، مطمئن نبودن که یه نظام ها کنار بجنند و کناری بلند و همیشه فکرش بوده که مرویشی باند یا یه سال دیمی سال یه نظام اصلاح بودن و مرویشی در واقع نسل جدیدی که چست بوده پهیابای احتا به یه نچی رسته که یه رژیم قابل اصلاح نه و اصلاح نبوده و تا زمانی که یه نسل جدید وقتی راه در بگیجیده وقتی رهبران در بگیجان در یک مسیر درست قرار بگیده به احتمال زیاد طول کشیده تا حمایتانی که در بلوچستان حمایت بکنند و پده هم چون جامعه بلوچستان یک جامعه سنتیه با توجه به شرایطی که بودن هستن مردم متحدند یک طرح جای هارند به اقدرش اعتماد هستن ظلم ستمه که طرف رژیم بوته و گشترن چه مرکز ها برای اساس بودن تظاهرات دوباره ادامه پیدا بکنند و در بقیه نقاط ایران ناهماهنگند، اختلافاتی که بین رهبران سیاسی هست و این اختلافات هم باعث بوده که مردم معمولا وقتی حمایتان کمتر بکنند، ولی در مجموع اگه ما بشاره مروچی بلوچستان چه هر نیمه و حمایت فکری ذهنی گپ پتران بوده و حمایت بیگن و عملی صورت در واقع خو مسئله این که مردم بقیه نقاط ایران چشم ببند و هزاران هزار نفر یا میلیون بیان تظاهرات بکنند و که آن موقع هستن که مردم تواند بشی زاهدان حمایت بوده و ایدان بلوچ هم آمادن که بطی تظاهراتان ادامه بدهند تو و پی سرنگونی و نابودی رژیم. زندگ بات واجه کت خدایی. واجه بندوی شما نظر چیه در رابطه با این مسئله؟ باشه که حمایت به هر حال اپوزیسیون تو که ما یه حمایت گندگان یعنی تفکرات مختلف جناهای مختلف حمایت کنگان، ولی آ حمایت فقط حمایت لفظی و میدان تو که مخصوصا شهرهای مرکزی یا ایرانگان یه حمایت نیستیم. شما چی باشه یه باریا؟ بچه سلام عرض کنم شما و مهمان خدمت و به اضافه گندوکان و چاروکان اشکنکان خدمت ها. چه مسئله اساسی ایشی اند که بلوچستان تها بعد از این جنایتانی که جمهوری اسلامی مرتکب بود، یکی بود تهران تها جینا در واقع توسط گشت ارشاد دولت رو کشت، قتل دولتی در واقع، و پد از طرف دیگه هم این جنایت دیگری که بازم جمهوری اسلامی و آتش به اختیاران آقای خامنه ای بلوچستان تها مرتکب بودن و بدنامی که در واقع سر دختر 15 ساله بلوچش وجودیا، ایشی در کل جو بلوچستان آماده کرده برای یک تحولی، برای یک تغییری، برای ایشی که مردمان بتوانند ویتی خشمی که هستش به یک شکلی پیش بدارند.
که دیستین که اولین تظاهراتی که چابهار تا بود جمهوری اسلامی ایران بوده شروعش که سپاه پاسداران هر کس کسته بودن برحال یک تعداد زیادی شده دستگیر کرد حتی جنین زاگانش هم دستگیر کرد چون رفته گتن جنین زاگان خیابان تا و برد زندانش کردن دوشان ولی چند روچ بعدی زاهدان تا با توجه بیشی که یک چه مزنترین جاگاهانی اند که بودن مردمان جمع بند مردم بلوچ جمع بند مردم بلوچ جمع بند برحال او دا این مسئله سر ادای نماز جمعه که برحال از نظر دین اسلام اونان یک شرطی برای کسانی که مسلمان هستن توشان و تبیین که رمان بسیار کسان رمان و او داند که دیستی جمعیت چند صد هزار نفری در واقع و تاریخی خشمش پیش داشت بود دریا و در ولی جمهوری اسلامی چیه که بودن؟ جمهوری اسلامی دن در واقع به یک شکلی از قبل آمده گیریانی که هستتنتی جنایت ایره مرتکب بود که تنی وعدی هیچ کجای دیگه با این شدت و با این درجه مرتکب نبود تگد اشی باعث بود از یک طرف که خشم مردم گیشته بود کل بلوچستان و بخصوص زاهدانی تها و به اضافه اشی که کل مردمان ایران یک هنچوشین شرایطی تا کپتن وقتی که این جنایتش دید با توجه به اتفاقاتی که در سرتاسر ایران شروع بوده در واقع این تظاهرات چی شروع بوده که به یک شکلی در واقع بطر پیش بدارن که همه جا شروع بوده و من دقیقه یادید که آن موقع یک مقدار تأخیر هستد که بلوچ هم بتواند بودی همراهی گویی تظاهرات عمومی که سر تا سر ایران شروع بود اگر پیش داشت و یک کم که برای ما هم جای سوال حقیقتی عجیب این که واقعا تمام جاگاه شروع بود و بلوچستان هنگ منته اما واقعیت ایشیت که بلوچان او دا منتظر همه تایید همین مسئله تجاوزی که جمهوری اسلامی بوده انجام داد اگر از طرف افراد مورد اعتماد مردم بلوچستان که دیستیم بالاخره یک شخصی مثل مولوی عبدالغفار شجاعتی به خرج داد و از زمیر درونی اجازه هم نداد که در واقع سکوت بکن و همشی بود که بالاخره بعد از این که وقتی مطمئن بود از حقیقت این مسئله بعد از این که رفت ملاقاتی کرد و دیدار کرد بوده با ستم دیدگان و قربانی این جنایت ایشان به همین نتیجه بدون شک رسید که این مثلا یک واقعیت محض و مطلقی که اتفاق کرده خب ادانت که دیگه زاهدانی مردمان بالاخره با توجه به این خشمی که از قبلش هم هستد و نزانتش که چیه بکنه این ولی پرش مثلا روشن بود به همین دلیلت که دیستی یک دفعه حدود بیش از 100 هزار نفر در کپتن و آجنات اتفاق کرد خب کاملا طبیعیه که این مقاومتی که بلوچان در طول این کل سال انجام داد تا جایی که حتی نام این مسئله به این شکل گرگ بود مطرح که بعد از کردستان در واقع بلوچستان این که هنگت این شعله این انقلاب این جنبش زن زندگی آزادی واقعا بر جاه داشتند و ایشی یک افتخار سکی بزنیم برای تمام ستم دیدگان و برای تمام دادخواهان سر تا سر ایران همین مسئله باعث بود که این موضوع زاهدان در کل جهان مطرح بیبی در کل جهان من خیلی عذر میتونم دیگه اشاره کنم زی اتفاقا تحت هاوس آف لورد یا مثل مجلس سنا مثلا قدیم های سابق کنند در انگلیس تا هستد منم به عنوان یکی از دعوت شدگان تو بود ربطان ایشان بازینگ پورتالی در ارتباط با همه مسائل بود زمانی که مسئله جنایتی که جمهوری اسلامی زاهدانی تا به وجود یا عکس العمل که این مردمانی که از گوشهای مختلف دنیای احتگته انگار که آگاهی کاملش هستد از این مسئله و عکس العمل های به قول معروف حتی روحی و نظام چهره‌ای و حرکت دست و اشان که پیش دارگ بود که این مسئله واقعا بین المللی بوده و یکی از دلایلی که الان مولوی عبدالحمید الان برای یک چهره شناخته شده قرار گرفته در کل ایران نه تنها بلکه در کل منطقه و حتی در جهان نام پشهری گرگی به دلیل ایشی که مولوی عبدالحمید با یک استحکام کاملا 100% بودی تصمیم گرفت که در کنار مردم بر علیه این جنایت بوشتید
و صدای دادخواهان بیبی، دادخواهانی که نه تنها که فقط بلوچستان ته هستند بلکه دادخواهانی که در کل ایران هستند تو ایشان. و اعلانت که در واقع این پیام جنبش سرتاسری، جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، یک پیام خیلی محکمیت که با داشتن این سه این کلمه آن زن زندگی آزادی، جنین به عنوان سمبل تبعیض و ستم و زندگی به عنوان شی که تمام مناسباتی که لازم برن که یک انسان را یک زندگی ببیتن که با کرامتی زندگی ببیتن باید فراهم کنن با وشان کی فراهم کن؟ معمولا جامعه مسئولان بروچن دولتان هم. یعنی شی که سیاستان دولتان تنظیم کننده این نوع زندگی هم. ایشی و به اضافه آزادی که در صورت همیشه سرکوب بوده در جمهوری اسلامی ایران، همیشه سانسور بوده در جمهوری اسلامی ایران و در کل آزادی عقیده و بیان هم اصلا نبوده. به همین دلیل این سینا به عنوان سه تا شعار فراگیری بوده که تمام حتی اپوزیسیون به شکل تشکلات سیاسی که هستن بدون مطرح کردن گویتی نام و نشان پشتیبانیش کو تا جایی که توندش همراهیش کو. اعلانت که این مسئله جهانی بود بلوچانی، این دادخواهی و این ستمدیدگی که بلوچان هستد چهره واقعا در سطح جهان برملا بود و جمهوری اسلامی رسوا بود به دلیلیشی که جمهوری اسلامی همیشه به دنبال ایشی بوده که بتوان تفرقه در میان مردمان وجود بیاری و یکی چهار تفرقیانی که توان تنی وجود بیارید ایجاد فقر مطلقی که در بلوچستان وجود یارده. یک مافیای درستی کرده که بالاخره کسانی که بهرمند از این مافیا و همراه جمهوری اسلامی هستن بودن به یک شکلی دستش پدرش رسید، ولی مردم عادی زندگی پجاگاهی رسته که من حتی یاد یادیتن که یک زمان یک نفر یک من فکر کنم آقای سیدیت یک همچین مسئله مطرحی کو که به خاطر آب حتی مجبور بود تا اینکه نزان آفیمی مسئله پنگوی تو که ماتگواران سر آفیمی مشکل پنگویته. ایشی چی پیشو داری؟ ایشی پیشو داری که فقر شخصیتی و بخصوص فقر مادی ای دو اینا جهانی مثل بلوچستانی تا بسیار سیستماتیک و حساب شده توسط این نوع رژیم های تمامیت خواه برنامه ریزی بود که دیما برگم بگذاریم ششی که بالاخره تمام تلاشی که بلوچان جمعیت را به اصطلاح بافت جمعیتی به هم بجن بلوچستان تا جایی که امکانی هستن از آ جاهایی که از نظر اقتصادی مکانها زمینها از نظر به اصطلاح بزنسی و تجارتی و از نظر مسکونی ارزش هستن بگیرتش هم چون مردمان دواران جنت و پروشی تو خراب کن نهیلیدش ایشان تمام هم به جایوتی ولی وقتی که فقر ببی همشیه بیتن که پت یا مات در ارتباط با چوکان زندگی تامین کنه گا مجبور بن که آب موتی زندگی ته بنزینان بشکان بلن تو ماشینان تاب کنن برن غلط آب میکنن و جمهوری اسلامی هم بی رحمانه که دستورش هم هستن که بکشن چرا که جواب هیچ کسی جست نکنده در مقابل وسط یک نوع مسئولیت غذاییش هستن که آب به رگبار بنده ماشینا آتش کنه آب سوچن و یا یعنی که پیمین مشکلاتان وجود داره برای کشتار جمعی که زاهدانی تا اتفاقه و بدخاشی تا اتفاقه و جهان مختلف به شکلهای مختلف یا ایشی که الان این همه کشتار بوگیم بلوچستانی تا توسط افراد ناشناس هنگ جایرشان که هم کسی جز جمهوری اسلامی ایران نه و متاسفانه روی نکته مطرح بکنم که فقری که بوده بلوچستان تا هسته ارز نکو هم فقر شخصیتی و هم فقر مادی که محور ادام فقر مادی جمهوری اسلامی تون بازی بکنته گوی مسئله ها انسان ها را بالاخره به دنبال نان زندگی و باید ببرن تو اشان ادانت که گنده روز به روز با توجه به فشارانی که جمهوری اسلامی ها با توجه به دستگیری و بندکنگانی که جمهوری اسلامی ها با توجه به اعدامانی که جمهوری اسلامی کنه گنده خب طبیعیه که آج جمعیت 100,000 نفری الان برسی بده به جمعیت چند هزار نفری یا حتی چند صد نفری ولی واقعیت ایشیه که همچنان این شعله زاهدان اتحا برقرارند و روشنند و ایشی بانان یک نقطه امیدی برای تمام مردمان ایران و به یک شکلی هم یک نوع امید در سطح جهان هم هستین چرا که جمهوری اسلامی ماهیت نه تنها برای مردمان ایران برای کل جهان هم ثابت بوده که چه نوع تبهکاریانی داری کنگ جمهوری اسلامی ایران در درون ایران در منطقه و در کل جهان ادانت که این مسئله که شما مطرح کردند که الان کم بوده بله دقیقا این مسئله کم بود معنا دارد با توجه بشی که رژیم کلی نیرویشته و بخصوص فراموش مکنه که اخیرا هم جمهوری اسلامی ایران
من بیلی لوتان در عبر کنه همین مدت هم آقای کتخدایی بعد از من مسلمان فرصت بده که تیگه پانه بجن تنک من لوتی در برن یک پارگی بکنم شما خدمت ها و ادانت که گندی جمهوری اسلامی با توجه به شیک همیشه به دنبال تفرقه بوده به شکل های مختلف چه از زمان بگیره که مولوی عبدالواحد ریگیش به شهادت رسید خواهش تا که لوتش ایشیه به نام مولوی عبدالحمید تمام بکنه و چه از رو این زمان رو در نظر بگیره به شکلهای مختلف الان تلاش کنه که یک تفرقه بین آ سرداران بلوچی که اگر البته هنگت به قول معروف سرداران محبوبی هستن در میان مردمان و نه سردارانی که جمهوری اسلامی پاگش بندید به عنوان شیک سو استفاده بکن برای اهداف وقتی و به اضافه بخشی از روحانیونی که بوده هستن شاه که پشتیبانیش کرده بود قبلا اعلامش کرده از مولوی در میان ایشان به خاطر همین فقر شخصیتی و فقر مادی تفرقه دور داده که الان تعداد اندکی از خانواده های شهدای بلوچستان ها. که جمهوری اسلامی هنگت نیوادی به شکل رسمی آقای خامنه‌ای به شکل رسمی هنگت یک پهلی نلورته چه مردمان بلوچستان ولی یک عده حاضر بند متاسفانه با توجه به فشارهایی که جمهوری اسلامی به شکل ها مختلف سرشیاری و از یه جنبه و از جنبه دیگه این فقر مادی و شخصیتی هم که سرش هستن تویشا خب یک ایده بالاخره حاضر بوده که برامن تو بودم پانک جمهوری پانک خامنه‌ای به اصطلاح به قول آقای مهامی بشارتی که آقای مهامی داده بوده به مردمان به بارتی مردمان بوده شرفیاب ببن و آقای خامنه‌ای خوشحال بکنن که شهیدان بلوچستان ترش بخشته شهیدان بلوچستان دیگه دارن بیهیال کنن خیر بلوچستان مردمان ایشان که الان داغدارند از این مثلا تمام مردمان بلوچستان که داغدارند به خاطر اینکه مردمانی که زاهدان تواتارش به شهادت جمهوری اسلامی در واقع رسیدند ولی پای عهد به خاطر دفاع از حق مردم بلوچ و به خاطر دفاع از مسئله ناموسیت که جمهوری اسلامی شخصیتان نظامی مرتکب بوده گتن ادانند که آ کسانی که در این شرایط بلوچند این جمعه های خونین زاهدان بزرگ داشته که هر هفته اتفاق کپگه بوده و اتفاقا نکته دیگر هم ایشین که چون سالگرد این جمعه خونین و سالگرد انقلاب مهسا یا جنبش انقلابی زن زندگی آزادی همیشه دست یا اگه جمهوری اسلامی دست پاچه هم برایش ایک مردمان بتون به کشانی به سمت وقت به موردش به یک شکلی که به اصطلاح احسنگوی و بلگوی امام ببند بودن در دفتر امام ایشان به شکل های مختلف تحت فشار اشته و تحت فشار شله گندگین که الان چه کسانی را گرن دستگیر کنن که برن زندانش کنن برای شی که در سر داسر ایران البته نه فقط بلوچستان که بتوانن این ریسک یا این خطری که پدا یک جنبش دیگه چسب بی در سالگرد این جنبش مهسا جنبش جینا لوتی کاران انجام بدن ولی نکته ادانه آ کسانی که در ارتباط با این خون شهدای بلوچستان شهدایی که در واقع الان 44 سال این جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف کشته و کشک تو هنگت هم داری کشید دوشا بیهیال بکنند و بخاطر یک رقمنانی و بخاطر یک شاباش کشکیش طرف آقای خامنه‌ای بلورتن برامن دفتر آقای خامنه‌ای ایشی یک نوع خیانتی به ملت بلوچ، به مردمان بلوچ، به جامعه کودا به نام به اصطلاح جامعه اسلامی مطرحند مخصوصا علمای بلوچستان روی سخنند حالا سرداران که برحال به یک شکل دیگه یک موضوعات دیگرش هستند و کسی که ولی کسی که ادعای رهبریت روحانیه و در واقع تریبوندار نمازهای جمعه و امامان جمعه شما باید یک مقدار گیشتر حتی از سرداران در ارتباط با حفظ حیثیت و آبروی مولوی عبدالحمید فکر بکنن چیز سکی مسئله سکی مهم اینه که لازمه مردمان بلوچ و بلوچستان در ارتباط با این ادامه تظاهرات مسالمت آمیزی که در زاهدان بوده شی پشتیبانی بکنن شی حمایت بکنن چرا که ایشی یک شعله نه فقط برای زنده دارگ انقلاب مهسا بوده بلکه یک شعله فروزانی بود که جمهوری اسلامی آبرو بر علیه مردمان بلوچ و توطئه‌ای که بر علیه مردمان بلوچ کردن تا جای فروشت که جهان الان داری عکس العمل پیش داری زندگ بود ایشی ارزش باید دارک بی وشی باید پشتیبانی کنگ بیده منتوار واجه من در اختیار شما و هرچند که واجه کات خدایی شما برمای گپ بجه من شما ممنون رو من تنها دیم که یه دان خوش کنم زندگ بات شما اتفاقا باز وش و یک جامعه توضیح داد واجه کات خدایی واجه بندوی و تیابران تو که یه چیز اشاره کد به فقر
تفرقه و فقر شخصیتی. به هر حال همزمان یه موضوع گو دیوانی که خالی خامنه ای گفته گو به هر حال گو یک عده کسایی که به هر حال بلوچ معرفی بیتگن و باور سیاسی استاندارم گوشگن که ایشان نمایندگان واقعی مردم بلوچند، در حالی که مردم بلوچ خیابان تو که معترضند گوشگاند که پرچی گیش چه صد نفر مردم بوده کشک بیتگ. شما یه موضوع باری گشتر توضیح بدهید. بشار رژیم الان در آستانه یک ساله کشتار هستن، کشتار جمعی خونی زاهدانه، در آستانه خیزش کشتار مهسا جینا هستن. رژیم کلن پا وحشت کبتا. یه وحشتی که معمولا رژیم الان هستنی در واقع به شکلهای مختلف لوتی سرپوشی بکنتی بخصوص بلوچستان. تمام تلاش کوششی تا بلوچستان کوتاه کنگن که یه شعله مبارزاتی که در بلوچستان انگه روشنه و خاموش نبوده و نتوانتی خاموشی بکنده پهکن تلاش بودی انجام داده و کنگن که به یه شکلی پیش بداری که یه دیگر مردمان ایران، یه دیگر مردمان دنیا که مردم بلوچ همشانن که رند و خامنه‌ای دست پاد چوکن و مردمان ای بودن کشک بودگند چون اکتا ظاهرات کردگند ایشان به اصلاح کاره نند و هیچ عروض و اهمیتیش نیستن. باشین در واقع خب معمولا یکی از روش ها سیستمایی هستن که سیستمای دیکتاتوری استفاده کنند و در یک جامعه همیشه یه سری افرادی هستند که در واقع به شکل به نمونه که کاسه چرت دولت حکومت ها هستند و همراه مردم نهند. جامعه بلوچستان معمولا جدا نهند چه یه مسئله ها، چه ملا بیند، چه حامی بیند، چه کارمند بیند، چه هر کسی دیگه بیند، معمولا اقشار مختلف یه سری هستند. معمولا دولت ها و حکومت ها بر اساس منافع شخصی و شخصی همکاری کردند. بله یشین در واقع خو بخشی چه آ مردم نهند که تظاهراتش کتا مخالفتش هستن گوی جمهوری اسلامی گوی نظام گوی سیستم، چه بخشی چه آ مردم هستند که در واقع خو یا بر اثر فقر و نداری بر اساسی که دولت معمولی یه سری امتیازاتشان داد و چیست بند رند و خامنه ای دست پادا چوکن تو یا که گونی دیوان کردن، در صورتی که جامعه بلوچستان کلان تحریم کتن کسانی گوی سیستم گوی نظام گوی حکومت همکاری کنند، یعنی شان دیگه چه مردم بلوچ نهند و شان چه همه حکومتان هند و خیانت کنند به خون شهدای بلوچستان و مردم بلوچ و تیهونا نبخشند و شی پر نکرده چین چون سال بگذیده تا زمانی که آمرین و آملین دستگیر نبودگند و معرفی کنگ نبودگند مردم بلوچ کوتاه نیاند و رژیم و شی هم زند و خو یه ده یا معمولا بسیج کتا که بارتش تهران و پانه خامنه ای بودن که پیش بداری تبلیغات بکرند که مردم بلوچ در واقع همشانند که بلوچان نماندهی کنند. ولی با توجه به آگاهیه که مروچی جامعه هسته، با توجه به سوسیال میدیایی که هسته، مردم تشری سرپدند و زانند کسانی که بودن رند چه سردار ببند چه ملا ببند و چه کارمند ببند هر کسی بودن برا وشان در واقع خو بخشش همه نظام هست، بخشش همه سیستم هست، به شکلهای مختلف معمولا یا اینکه اجبارش کنند یا اینکه هورند در واقع، ولی شان در واقع جز مردم بلوچ نهند، مردم بلوچ شانا تر میکنند از هر نظر پشتیبانی نکنند و در واقع هم اختلافاتی که معمولا جمهوری اسلامی همیشه در بلوچستان دیما بارده کسانی که طرفدار رژیم هند، کسانی که باید رژیم نزدیک بوده چه سرداری بوده چون ملایی بوده آن مردم همیشه کشک بوده و شان هم معمولا تا زمانی که یک مدت چشان سوء استفاده کنده زمانی که بسیلا دوران مصرفش تمام بوده شان هم معمولا به قتل رسارند، بعد ارندکار که آن طرف به قتل رسارند بعد
کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن شانه به همان نیمون به همان بهانه دستگیر کردن که شما پشی یه مردم طرفدار جمهوری اسلامی بوده شما کشته شما فقط رسند. نمونه مثلا مولوی جنگی است که تا منطقه راست فقط رسید که مولوی پتی محمدش دستگیر کد و گوشت شما فقط مولوی جنگیزهی که بود جنگ بود مولوی جنگیزهی ها پدا هم بازی سردار بلوچی به همین شکلی معمولا به قتل میفته. یعنی تمام کسانی که گون نظام و جمهوری اسلامی نزدیکیش کوتا چه ملا بودگان چه سردار بودگان شان در یک مرحله به قتل رسند یا رژیم وقت شانا ای بین بارتن چون بخاطر اینکه یکی که اختلاف ایجاد بکنه جامعه بلوچستان و دیگری که معمولا کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی هست و نزدیک رژیم چوش معمولا مردمان عادی فکر کن شانا کسانی که معمولا مخالف هستند که مخالف جمهوری اسلامی هست در صورتی که چوش نه یعنی اولان جرند وزارت اصلاحات جرند جمهوری اسلامی یه مردمان ها معمولا بین باته برای مردم بلوش باید عبرت بکنن باید یاد بکنن باید بزنن هر کسی گوتی گو رژیم نزدیک بوده آیی کشک بوده توسط جرند رژیم الان قتلی به گرد مردم بلوش دارده یک بوده ایشام هست که جامعه بلوش هستم معمولا نظام استفاده کنده ای طریق ای نمونه که معمولا که جمهوری اسلامی معمولا گویا که تیر دو نشان جن ای طرف هم بلوش کشی ای طرف هم بلوش گیری تو دستگیر کن تو بارد کشید که به جرم بلوش کشی و ایشان سیاست های نظام های دیکتاتوری هستند که در جامعه های مثل بلوچستان پیاده بودن پیاده بیان با توجه به فقری که اوگه هم تجامع بلوچستان هسته و بعضی مردمی هم مجبورن چون بخاطر اینکه زندگی بکنن ممکن گویه سیستم گویه نظام تا حدود همراهی بکنن ولی مردم بلوچ به طور کلی گوست کو دل گویه نظام نه تو گوهر نبند هیچ بر حتی همانی که ممکن هم برند تو خامنه بگندن نتواند همراه بین گوست کو دل گویه نظام گویه سیستم زندگ باته واجه قد خدایی واجه بندوی ما بلوچستان تو که بیرال یک دوره از سال 57 به بعد دید که مثلا یه طایفه گرایی و قبیله گرایی گار به اگاهت ما دید که بیرال بلوچستان هم پیدا که به سمت مدرنیسم آیگا مدرنیسمی که بیرال دنیا تو که هست بل جمهوری اسلامی یو برگشت پدا بلوچستان جامعه برد اما خان و سردار و قبیله اگه پیسر ها 6-7 دانه خان بیده یعنی 60-70 دانه خان یاد کتک یا 600 دانه خانی بلکه یاد کتک بعد یه رقابتی یاد کتک بین همه خانه که یه درست رقابت کنگان برای افس وطی موقعیت مجبورن گوه حاکمیت نزدیک به من اگر یه کار مکنند رقیب رو نزدیک بید یه چیز وقت عرض کردند و هنی هم سوء استفاده کنگین که معاون سیاسی استاندار مرچی گوشت نمایندگان واقعی مردم در حالی که مردم گوهشان امران نیند ما گنده گوهی مردم نزدیک 20 شهر هر هفته گوهن تظاهرات کنه بر علیه جمهوری اسلامی واجب اندوی شما در رابطه با این مسئله توضیح بده که پرچی یه اتفاق کرد که شما توارمو نداره بله بچه جمهوری اسلامی ایران وقتی که شان به عنوان نمایندگان مردم بلوچ مطرح کند معرفی کند خب کاملا حقی هم بخاطر ایشی که شان کسانی هست که بخاطر هما فقر شخصیتی و فقر مادی هستش لبه که گوشن به ندایی یا به قول معرف بشارتی که آقای مهامی ود داتشانه بشارت واقعا یک کلمه بسیار بسیار پرمعنی به این شکلی که معمولا این بشارت از سوی قدرت های یگانه که بگوشه قدرت خدایی است که به کسی دیگه وحی بیت و گوشک بیت انتوشان وقتی که آقای مهامی با تمام به قول معروف معنیان کلماتان هم که زانده وقتی گوشی بشارت از طرف خامنه دیگه یعنی چی که به آقای خامنه ای تا ایران اشانی که دوربری جمعند شان تماما یک نقش الهیتی داده گشت یک نقش خداییش داده به همین دلیل هم تمام سرنوشت ایران دست هم یکی نفره و تمام نیروهای سرکوبگر و اطلاعاتی همه در خدمت حفظ همه چیه بخواد چیه منافع این گروه ها تمشین و اما در ارتباط با مسئله ایشی که شما و ایشی که جمهوری اسلامی زمانه که یه برخلاف روند تکاملی تاریخ که این سیستم عشیره‌ای یا قبیله‌ای متعلق به یک دورانی است که او دا گندگ این که بنا به نیاز جامعه هر بخشی از مردمی که داره یک زبان و یک فرهنگ و برحال یک جغرافیای مشترکش هستند او دا در گوشه های از او دا
ویتی سرداران شوید و ویتی کلاتان شوند و به یک شکلی ویتی دیگران انجام ده. اما فراموش مکنیم ما شما که جامعه انسانی همیشه در حال تحول، در حال تغییر. و زمانی که مسئله ملت مطرح بی، زمانی که تو الان که گوشه من به عنوان یک راجیان، یعنی او دان که طرف باید یک نهادی، یک ارگانی باید ببیتن که بتواند مسائل و مشکلات ای راج پخکین مسئولیت بزوری و به دنبال حلش برو که نامی دولته. زمانی که یک جاگاهی دولت بیت، یعنی اودن دیگه سیستم عشیری قبیلهی بیمعنی بید. به چه دلیل؟ به دلیل ایشی که سیستم عشیری قبیلهی در واقع حافظ و نگهدارنده به اصطلاح حق و حقوق همه جمع خیشاوندی وطن، جمع خونی وطن، وقتی که بنان به اصطلاح یک قومی یا یک خوشاوند قبیله یا تویشان با هم دیگه. ولی متاسفانه هم در سیستم شاه و هم در این سیستم جمهوری اسلامی ایران، این مسئله دقیقا در پاکستان هم به همین شکل است. حالا افغانستان به قول معروف که اصلا جایی ویتی داره، یک داستان دیگر، یک چارچوبی دیگر هم هستن دویشان. ولی ایشان تمام تلاش شمشین که این سیستم عشیره‌ای و قبیله‌ای تر بلوچستان داشته ببین، یک توانه راحت تفرقه دور بده، دو برای اجرای اهداف و نیاتی که هستش خیلی راحت توانه از این فقر شخصیتی و از فقر مادی استفاده بکنه، و سه وقتی که بلوچ کلن این راج به یک شکلی مند که بودم بزرگترین و ستمدیده ترین و مظلومترین حالتی ببیتن، چه از نظر فرهنگی، چه از نظر به قول معروف هویت‌های تاریخی که هستندی، یعنی این شکل مچاله دست حاکمانه و همه حاکمانند که الان لوتند بلوچستانی 1200 کیلومتر ساحل دریایی که هستی ادامه خاری از بلوچ بکنم، به دلیلی که بلوچ نتواند ایوتی دفاع بکنم، به دلیلی که بلوچش همه وعدی که وقتی که توانتی و تاره صاحب یک دولتی بکنم متاسفانه شکستی و به همین دلیل که همه وعدی هم سوء استفادهش که از همین تقسیمات به اصطلاح زهی زهی و طایفه طایفه ای، چه بلوچستان شرقی در نظر بگیرید، زمانی که پس از شکلگیری پاکستان و با کمک انگلیس بلوچستانش فتح کو و گفت و اصطلاح اشغالش کرد، هستش جز بخشی از پاکستان، متاسفانه اودم انگلیس از ای اختلافات عشیری قبیله طایفه استفاده کو. و چه در ارتباط با اینگو داخل بلوچستانی در نظر بگیریم، این وعدی که برحال بعد از اینکه قاجاریه یحتکت بلوچستانش گفتگت با کمک بازم انگلیس که سوء استفاده بازم از همین مسئله عشیری قبیله بود، زمانی که رضا شاه هم لورتو تلشکری بیاری باز هم متاسفانه از همین استفاده، سوء استفاده از همین روابط عشیری قبیله و اختلافاتی که پیمش کردن تو ایشان و باعث بودن کار انجام بگیر. بنابراین من لورتو شده بگوشون که دلیلی که مروچی، حالا هرچند که اواخر دوران شاه با توجه به یک سری تغییرات اجتماعی و تغییرات اقتصادی که در حال یایگه پیش آگتن و چاره ایم نیستی مجبوره که بسیار کاران انجام بدن، مثلا جادان پین بکن یا نظرانو فرض کن به یک شکلی چابه ها رو شروع بکن، نیروی زمینی هوایی دریایی پین بکن، یا به یک شکلی مثلا به خاطر تأمین واقعا همین نیروی زمینی دریایی که گنده یه صد پیشن پین بکن تویشان، شما تأثیر الکی واش واش مردم از نظر زندگی به یک شکلی تکیه بدن به دولت بدن، به یک شکلی دیگه تکیه به سردار وقت بدن، به طایفه وقت بدن. اما جمهوری اسلامی وقتی که یه اصلا یک بندی پیمی که سر این مسئله، به دلیلش یک شدیدن نیازی هست، یک اولا توانایی جمهوری اسلامی برای تغییر و تحولات اقتصادی نیم، اینکه بحرانی پیم کرده که وقتی غرق در بحرانه، ولی در این حال این بخش تبهکاریان خرابکاریانی سک تجربه هم حاصل کرده، اتفاقا خیلی هم قوی بوده در این رابطه که بتواند برای ایشی که اون اهداف دیما ببارد راحت بتواند مردمان بلوچ ها چون چون دک چون چون دک بکنده تحت نام نظام و فرض کن ایشی مال اید امام جمعه، آی مال آدگه امام جمعه، و ایشی ایده مال اید سردار، آدگه مال آ سردار، و به شکلهای مختلف. چرا؟ به دلیل ایشی که یک جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت مدافع حقوق شهروندان نهه که یک بلوچی پری مصیبتی که پی میبیته مطمئن میبیته که ادام به اصطلاح توسطی دولت حق به حقدار رسید، خب یعنی مجبور نیازمند کند مردم بلوچه که نیاز میبیته به وجود یک جمعی به نام نظام قوم وقت قبیله وقت سردار وقت و ریش سفید وقت ایشان ادانند که جمهوری اسلامی حد اکثر استفاده کنه و گنده اینه بس پاگی بسته مردمانی سرا
و این همه به هر حال تریبون پهن کرده در مساجد مختلف با توجه به اینکه سوء استفاده داری کنته از عقاید دینی و مذهبی مردم به دلیل اینکه قوت یک حکومت فرقه‌ای و عقیده‌ای و دینیه و به همین دلیل هم که اتفاقا یک جمله بسیار زیبایی که من همیشه یاده که پنشر مولوی عبدالحمید مطرکو میشه تمام فسادانی که الان ایرانی تا حاکمان به خاطر مذهب گرایی این دولته. حالا ممکنه جمله دقیقا به این معنی نهد ولی دلیلی که من نام گرانشی به دلیل ایشی هست که آ جایگاه و آ شخصیتی که الان هم با کمک کل فضایی که در آ جامعه بوده در آ اطراف هستن در خاورمیانه هستن تمام نیروهای هلک بوده به جای شی که نیروهای به قول معروف نخبه و نزان و روشن فکر و نزان و این کسا مطرح کنن چون بوده اجازه تحزب نی اجازه ندن تو یک حزب پیم بکنه به عنوان یک حزب اپوزیسیون بتونه تبران بکنه شانه بکنه ادا این بار مولویان تریبونداران مساجد جمعه بلورده یا بلورده از نظر اجتماعی بار گردن آیانه که خوشبختانه مولوی عبدالحمید جز آ کسانی هست که الان در ارتباط با ادای این دین ادای این حق سنگ تمامی هشته. البته فراموشم مکنین که بعضی وقتان گوشه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد این جنایتانی که جمهوری اسلامی کنه که در بلوچستان پویتی هیچ کس نهشته که مثلا پشتیبان واقعی و دلی جمهوری اسلامی ببرد نه تنها که بلوچستان بلکه این مثلا در ارتباط با ملیت ها مختلف منچین کردستان بگیر عربان بگیر تا اهواز در نظر بگیر ترکمنان بگیر که آنگو هستن چند بخواد چی که تفاوت مثلا مذهبیش هست نه جمهوری اسلامی ایران گنده که به چه شکلان ایشان داری برخورد کن کنی ولی در این حال در ارتباط باید که ملیتان هم متاسفانه مثل مثلا ترکان هم حق و حقوق فرهنگی و زبانی و ندانی چیزانش هم به درستی پرداخت نکنه که با اینکه از نظر مذهبی مشکلیش نیست ولی نکنه که در نتیجه آن هم معترضن آن هم به یک شکلی در واقع تحت ستم هم مونتا نه ستمی که من بلوچ گوندیم بدیم به خاطر حتی به عنوان مذهب سر بلوچ ستم بید به عنوان به خاطر مذهب سر نظام ترکمن و کرد ستم بید ولی در این حال این تفاوت ها هستند و به همین دلیل جمهوری اسلامی لوتید که این تفرقیان پیمکنه که خاطر زمینه و بنیادی ببینید و پیمکنه که سرداران مختلف و پیمکنه که گروه های مختلف که در مقابل هم دیگه بند در جهت تأمین همین هدف جمهوری اسلامیه که بلوتی گیشته به این زندگی که به وجود یارته ادامه بدن و مردمان به همین شکل سرگرم بدارید. زندگ بات واجه بندوی واجه کد خدای شما میواسته در رابطه با این موضوع باشه که جمهوری اسلامی پرچه در آستانه سالگردش به حال جنبش زن زندگی آزادی و جمعه خونین زایدان سرکوب انگه ادامه ده اگه ما هر روز چه گندگان سوخت بر بوده کشک بیگان فقط زیکین روچه بندر کلاهی یا برال گسترده عمله بیت نزدیک 20 30 خودرو نظامی بوده ات که مردمان قایق سیادی آتش جدگان 4 5 دانه لوگ مسکونی بوده آتش گپ تک سوت که تیراندازی کده سمت مردمان پرچه سرکوب ادامه ده اگه آیا دلیل خاصی هست این سرکوب ادامه ده اگه یا نه برال یه چیزی که تشدید کنت تنش و شعله ور بیگ پدا جنبش زن زندگی آزادی 100 درصد تاثیر یار کرد بشن سرکوب در واقع بخش همین ذات یه رژیم یعنی یه رژیم که در واقع استوار تا آدم وجود داشته به خاطر سرکوب هر چی فکر کنت سرکوبان شدیدتر بکنت و فکر کنت دوام پیدا بکنت چون رژیم الان قادر به حل مشکلات مردم تو جامعه نه نتان مشکلات اقتصادی حل بکنته نتان مشکلات فرهنگی حل بکنته و نتان مشکلات بهداشتی و عادی مشکلاتی که تو جامعه هستن یه نظام پیلی لوتم حل بکنته برای من تنها راهی که پیلی نظام پشت کرده سرکوبه سرکوب به شکلهای مختلف یعنی روش بروش ما گندگی که حلقه که این رژیم نیاز هسته در واقع همه حلقه خودی کمتر کمتر بیانه یعنی در واقع قدرت اقتصادی به حد رسته که نتوان جوابگو بودن که فحک مردمان راضی بکنده لوجی فقط همه مردمانی که نزدیکن همه مردمانی که لوجه مردمان سرکوب بکنند مردمان بجرد بکشند فقط همه مردمان راضی بکنده یعنی در یه حد حدودی حد رسته چیز دیگه پای رژیم پش نکفت در واقع همه یک حلقه کوچیکی دلیلی که معمولا بلوچستان سوخبران سرکوب کنند پشه که قاچاق فروش اصلی در واقع جنند سپاه هست
و یه بلوچانی که معمولا گفت چند تا گالون گازهایی جا به جا کنند سپاه شان در واقع یه نوع رقیب پاوتش گندی به همین حاضر حاضر نه این که در آ بزنزی که سپاه معمولا کار اصلی آیی هسته یعنی سوخت قاچاق به شکل های به شکل تانک و کشتی و به شکل های دیگه معمولا شان قاچاق کنند و نلوتند معمولا یک بلوچ گویا گالون سوخت جا به جا بکندش در واقع یعنی رابط پاوتزانند گویا نیرویی که معمولا رژیم هسته سپاه هسته یه شان جهان تو سرکوب کردن تو و از بین برند معمولا نیلند یه بلوچ سوختبری کاری بکنده از آن جای دیگه هیچ شغلی دیگه پشت نکبته داخل بلوچستان هیچ راه داری که مردمان نیسته به همین حاطر مردمانه که کار سوختبری کردن شان پاوتا پاپ آتش جرگند که بلکه بتوانند تو یک چوند نان در بگیرند با وجودی که زانند که هر لحظه ممکنه آشانی ماشین چپ بکنده ماشین آتش بگیری تیر اندازی بکنده نیرو انتظامی به طرف شا و هر لحظه ممکن هم پهکین زندگیش بین بروتیم بله با تمام وجود معمولا یه ریسک ها کنگن تو یه کار انجام دهگن این بهتر همشه که مردم بلوچ دست چه یه کار دور بکنن پشه که چی یک بخشی بوده که بازی خانواده یک معمولا ایتریک بین رایگن هم مردمانی کشک بگن هم آنی مال و منال ایبن رایگه در مجبور اگه مردم بچاری یعنی هیچ منافع مردم بلوچ ها چه سوختبری نرسگین و شین گشتر ضرر پا جامعه بلوچستان ضرر پا مردم این چون مردم جرک بگه این چون مردم کشک بگه این چون خانواده بدبخت بگه و رژیم هم تصمیم میگرفته که مردم بلوچ ها به جنت بکشید کسانی که گازدار جا به جا کردن کسانی که بنزین برایشان مال ایبن برایشان ماشینان ایبن برایشان زندگی ایبن و خانواده کلا بدبخت بکنند ملوش واگده هزاران خانواده بدبخت بود داخل بلوچستان به خاطر اینکه طریق سوختبری یا اینکه تصادف کردند ایبن رایند یا اینکه توسط نیروی انتظامی ایبن رایند یا اینکه چپ کردند یا اینکه درگان و کوهان چون که حرکت کردن گفتن که هور ریچی تو ماشیناش هور هار بار تو ای بیرن تو یعنی در هر صورت مردم بیچاریته در مجموع اگر یک نفر یک خانواده یک پولی چیزی رسی ولی ده خانواده در واقع ضرر کردن تو ای بیرن یعنی در مجموع چی یک ضرر مزنینی پا جامعه بلوچستانه که یه سوکبری کل جامعه بلوچستان ضرر ده یعنی ضرر مادی معنوی هیچ پایده ای نیست جامعه بلوچستان دیگه شغلی هم نیست بهتر همشه که مردم بلوچ به همان نداری و تش قناعت بکنند تا زمانی که داخل آتش بسوچند و یعنی که نیروی انتظامی شارن به جنات بکشند جمهوری اسلامی پیش داشته که رحم نکند پا بلوچان یعنی جند بلوچان هست پا هکین جا پا هر جا که موهی برسی هر جا فرصت بکنده به هر طریقی به هر نیونه بلوچستان جنان تو کشان تو ایبن برد و شین در واقع یکی اهداف شی این که جمعیت بلوچستان جهل بدارید مردمان فقیر بکنده مردم مریض بیند بمورند یعنی به شکل های مختلف در حال کشتاره کشتاری که در واقع یعنی به شکل های مختلف هم پنبه سر مردمان برگه هم گو تیر و تفنگش جنته به شکل های مختلف در جامعه بلوچستان پروژه ایبن برگ مردمی هست پروژه مهاجرت مردمی هست که مردم بلوچ چه بوده مهاجرت بکنن برند آدیگه شهران ایران بوده کارگری بکنن و وشی پروژه ای که در واقع بوجود یاده و هر چه زودتر اگه توقف کردن بوده به نفع مردم بلوچ زندگ بود واجه کد خدای دقیقا برال بوده یه مشکل هستیم بله مردمان دقیقا یک شرایطی قرار گرفتگن که نه توانه یک کار مکنند نه یک کار کنگ بید چه که برال دو سری مردمان واسطه مرگ مردم اگه یک کار مکنند حکومت ها هیچ بستری برای شغل و کار و کارگری فراهم نکوتگ و مردم متاسفانه به خاطر شد و اما بخور نمیری نان مجبور به سوخت بری بید دیگه منتوار چه هر دو مهمان واجه رحیم بندوی و واجه محمد خد خدایی که شما بودی وقتشت مرچی آریان تیوی گپ و تران برنامه برزورد.
بانو کو واجا مهنت وار چا شما که شما هم به هر حال باز وعد نشته آریان تی وی ما برنامه دنبال کوت. من فقط آخری خبر بلوچستان گام گوشم که بلوچستان تو که تظاهرات به هر حال مرکز زاهدان پدا برگزار بیتگان و ما در آستانه یک سالگی جنبش زن زندگی آزادی زاهدان تو که دنینگ تظاهرات ادامه دهگاین. جزئیات گشتری تظاهرات هم بخش های خبری آریان تی وی شما خدمت ها گوشند. مهنت وار روچ باش.